بنده میخوام حماسه رو در مقطع آخر الزمان مورد بررسی قرار بدم. حماسه در آخر الزمان از یه جنس دیگه است. جالب، حماسه های ما معمولا تا حالا مظلومانه بودن. میخوایم از حماسه های مقتدرانه سخن بگیم. اولین ویژگی که از حماسه های آخر الزمان میخوام خدمت شما عرض بکنم جهانی بودنه. و جهانی بودن، جهان اندیشی، اون نقص بسیار بزرگ نیروهای انقلابی و نیروهای فرهنگی ما و نیروهای حزب اللهی یا غیر حزب اللهی ماست. اصلا ماها جنسمون انگار جنس جهانی نیست. یه نقص خیلی بزرگه. بیشتر از همه هم تو سیاستمدارانمون این نقص هست. بعضی از اوقات سیاستمداران ما منطقه‌ای هم صحبت نمی‌کنن. چه برسه به جهانی؟ من بعید میدونم سیاستمداران ما به این سادگی در نطق‌هاشون همه کشورهای منطقه رو در نظر بگیرن. البته بعضی ها ممکنه این کارو بکنن و خرابکاری بکنن. باید این کارو کرد و درست کار کرد. حالا من نمیخوام اینو بحث بکنم. ما الان جهان اندیش نیستیم. در اندیشه جهان نیست. ما اشتباه میکنیم در مورد ولایت فقیه با هم حرف میزنیم. ما باید با منطقه و جهان با هم در مورد ولایت فقیه حرف بزنیم. ما اشتباه میکنیم در مورد حجاب با هم حرف میزنیم. ما مواجه هستیم با یک تجربه بین المللی در مورد حجاب. ما باید با هم صحبت کنیم. ما در مورد خیلی از مسائل اقتصادی، سیاسی نباید سرامون رو بندازیم تو لاک خودمون و محدود خودمون رو ببینیم و حرف بزنیم. حضرت امام سال اول پیروزی انقلاب 58 یا 59 میفرمودن امروز مسائل جهان، تمام کشورهای جهان به هم مرتبطه. اینجور نیستش که در یک کشوری در یک گوشه‌ای مسئله‌ای رخ بده اون طرف دنیا بهش بی‌تفاوت باشه. همه مسائل به هم دیگه ربط داره. ما جهانی نیستیم. رایج نیست بینمون زبان بلد باشیم. رایج نیست. اونایی که زبان بلدن نمیدونن چی رو باید ازش استفاده بکنن. این یک ایراد بزرگه، یک ایراد اخلاقیه، یک ایراد معنویه. تو اگر در اندیشه یک جهان نباشی کوچیک میشی، حقیر میشی. شما باید برای همه حرفهای خودتو تبدیل بکنی به گزاره‌هایی که همه جهان بفهمنش. این یعنی توجه به مهدویت، این یعنی منتظر موعود بودن. ما جهانی نیستیم، میدونید؟ ما جهانی نیستیم، میدونید اینو؟ مهمترین اخباری که پیگیری میکنی اخبار یمن باشه، اخبار شام باشه، اخبار جهان باشه. ما نمیتونیم خودمون رو سعادتمند بکنیم بدون جهان، نه تنها بدون همسایگان، بدون جهان. ما اگر مقاومت در سوریه و عراق پیروز نشه ناامنیم. اینا مسئله های ماست. فضای خودمون رو بزرگتر کنیم.